دکتر حداقل تو را درمان کنم، اگر نتوانستم همین جا خونم را بریز. باشم این کار را بکن، اما وای به حالت اگر بخواهی زندانبان ریز کرد ها بیرمان بزرگ را بخواهی پرید دهی، این همه بسر تو شکر کنن. حال باید چی کار کنیم؟ فردا صبح علم طلوع شما و همراهانتان اعدام در آب خواهید شد تا به سزای اعمالتان برسید. ختم جلسه را اعلام میکنم. ببریدش. خدا را شکر که پس از سالها دوری هر دو فرزندم را در کنار خود دارم. آری، به افتخار جناب عطار و جناب منطق. در برابر پسر پیر بزرگ تعظیم کن. تیر اندازی دو مرحله بیشتر نداره. آره بگیر اون قدیه. بزن بزن. مرحله اول بگیر اون قدیه. بگیر اون قدیه. بزن. مرحله دوم نگم که سگ زیر خالصی ها نگم مگه میزنم با اون کوزه کوفتیه. خوال اگه بر حسب عجایب خلقه یه روزی دیدی شغال تیراندازی یاد گرفت، بدون این گاومیش هم تیراندازی یاد گرفت. تو تیر انداختی حساب؟ نه عموم انداخت. آها مثلا قسم بگ وسیم بگ بهش اومده. وسیم بگ بهش اومده. اینو بگی اینو بزن. جای خودمه. جوجوی من به هوش اومده. خب نقشه کهنشهر بده. مگه برش نداشتین؟ نه کجا بود؟ کفمان. نقشه کهنشهر کف پاته. ها من تیکه تیکه راهو که میومدم کفمان با خنجر میکشیدم که یادم نره. حالا چه کف پات؟ خب نقشه کف دستت میکشی. یکم قلقلکی هم کف دستم نمیتونم بکشم. همه کف پاشون قلقلکیه، تو کف دسته؟ دیگه ما ایجوری این دیگه. برعکسی بسیم ترار ببینم، ببینم، بده بینم، بده بینم، کجاست؟ اینه؟ برگرد؟ نقشه مزیر کهنشهر. بسیم؟ قربونت برم. قربونت برم. چقدر پیر شدی تو عزیزم. آه چه خبر؟ خدا رو شد. بسیمه. بسیمه. فردا حمله میکنیم کهنشهر. فردا؟ به این سادگی ها نیست که حسام به شما اونجا رو ندیدید. برج و بارو دارن ها، کلی سرباز دارن، هزار تا. ما کلن 25 نفر. اصلا نگران نباش، در عوض ما کرگدن بهرامو داریم. این بولدوزر میمونه، میندازیمش جلو، درام میکنه میره تو شهر، ما پشت سرش حمله میکنیم به کهنشهر.
جان خودم تمیز میکردم خودش در رفت. دیگه نداریمش. حیف میل شد بعد. کمی تو چشماش بود؟ راه داره. کمرش شکسته. آقایون، آقایون، چرا افتادیم به جون هم؟ جنگ بستن این الاغ است. این الاغ نه، این یکی الاغ. الاغ را غنیمت برداشتیم، هر کس آخر سر سر پا بماند الاغ را بر میدارد. نکن، وایسته دارم حرف میزنم. گوش کن آقا، یه دقیقه گوش کن. این طرز رفتار اصلا درست نیست. برو کنارش داست. تمام لطف تقسیم قرائم به همین کتککاریش هست. گوش کن یه لحظه آقا، گوش کنین یه لحظه، دارم حرف میزنم بابا. آخه این کاری که شما داری میکنین خسارتش خیلی بیشتره. فردا باید کلی سکه بدین، این صدماتتون رو جبران کنین. اگه موافقین من یه راه خوب پیشنهاد کنم. میخوایی جلوی رسوم کهن ما بیستی اشناس؟ خونت را میریزه. چرا هرچی میشه این رسوم کهنتون رو میکشین وسط؟ خبره. رسم از این گونه وقایع کسی دخالت نمی کنند. آنقدر همدیگر را می زنند تا مانند مار پوست بیاندازند. البته می گویم من با به احتیاط می توانیم به نزد پدرم جناب پیر بزرگ رفته و کسب تکلیف من ماهی. خب جناب اشتاد، آن راهکاری که خودت رو اینقدر حلاک میکردی که هست؟ عرض بکنم. اول بفرمایین سر تقسیم غنایمتون چقدر فوتی و مصدومی و اینو دادین؟ حدود 30-40 نفر. نه حدود نمیخوام، دقیقاً 293 نفر. چقدرم این حدودن و دقیقنتون نزدیک هم بود. خب شما الان باید نصف غنایمی که گرفتین خرج کنین بابت راست و ریز کردن این مصدوماتون. خب این که نمیشه. چرا کاری نمیکنین که هزینه هاتون رو به حد اقل برسونین؟ مثلا چیکار بکنه؟ خب عرض میکنم بهترین راه تقسیم غنایم گفتگوه. بشینیم با هم حرف بزنین حلش کنیم بره. هیزگرد حرف نمیزند، میجنگد. هر کس زورش بیشتر باشد سهم بیشتری دارد. تو چرا ادای اینا در میاری؟ منم پسر رئیس قبیله هستم، باید کاری بکنم که به دل پدرم پیدا بکنم. نه الان خیالتون راحت شد؟ زدین همدیگر لط و پار کردین خیالتون راحت شد؟ آره. آری و مرگ بابا، بشینین جلسه کنین، گفتگو کنین، با حرف زدن مشکلاتتون رو حل کنین. اصلا من بهتون حق و جلسه هم میدم، یعنی بابتش بهتون سکه میدم. یعنی بابت حرف زدن به ما سکه میدهی؟ بله، چشمم کور دندم هم نر سکه میدم. الان قبول؟ قبول. من به عنوان پسر رئیس قبیله از پدرم درخواست میکنم به عنوان رئیس قبیله تمام غنایم را به صورت منصفانه تقسیم کنند. قبول است. حالا که من مسئول تقسیم کردن غنایم هستم، همه را برای خودم بر میدارم، بقیه هم گروشان را گم کنم بروند. حال کردی پسرم؟ من را گم میکنیم، اما قبلش خاک اینجا را به توپ میکشیم. پدر میگویم تا کش رو کشتار نشده قدری انصاف به قدر به کشتند یکی گرده. باشد باشد، ساکت، بس کنید دیگر، بس کنید. چون پسرم درخواست کرده قبول میکنم. بز مال شما، که هم به شما میرسد چون کمکاری داشتید. گندایی هم به قبیله برادرم میرسد، حل است؟ این به چه دردم میخورد برادر؟ گندایی را میدهم، یک بز میگیرم. خب یه لحظه اجازه بدین آقایون. ببینید
در نهایت هر جلسه و گفتگویی به یک نتیجه گیری باید برسه. الان اگر با این نوع تقسیم غنایم جناب پیله بزرگ موافقین، دستاتونو بالا ببرین. پس با اکثریت آرا تصویب شد. حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید. شادی کنید، شادی کنید، تصویب شد. ببین بزنم چه میکنم. آری آری شادی شد. مراد بک آه حسام، تو هر وقت بیخبر میای یه چیزی میخوای. چی شده؟ چه خبر؟ فکر میکنی چه خبر؟ نقشه او بود که دنبالش میگشتم، مسیر کهن شهر. فکر میکنی کجا بود؟ نه کف پای وسیمه. ای پامی آقا، او پامه. آراز میگه. چرا میگه؟ روی پاش اشتباه کشیده و چاقو خط زده رو او پاش کشیده. او پاشه ببین. اینا بگو عکاس باشید بیاد یه عکسی هایی بگیر. بگو عکاس بیاد. یه پیشنهاد خیلی خوب برات دارم. چه پیشنهادی؟ حالا که نقشه رو داریم، هوام که خوبه، با هم دیگه تیم بشیم، بزنیم به دل بیابون کهنشهر رو بگیریم، هرچی گیرمون اومد شریک. قبول؟ نه. خیلی خوب باشه، هرچی گیرمون اومد شریک، نصف شهر هم مال تو. قبول؟ نه. چو خری ها؟ با من بودی؟ نه اون میگم، گم جب خری ها، چه گنده از قاتله، استره چیه؟ اسب عجب اسب خریه. خیلی خوب باشه، هرچی گیرمون اومد شریک، نصف شهرم مال تو، اسب قاطراش هم مال تو. قبول؟ نه. چی میخوای دیگه؟ میخوای کل شهر رو بدیم به تو؟ نه. سر قوز افتادی و چی میخوای؟ هیچی. هیچی نمیخواد. اون نقشه او به درد خودت میخوره. آدم های خودم رو بی خود به کشتن بدن به خاطر گنجی که معلوم نیست هست یا نیست؟ هست، هست، مطمئنم هست. بابای خدا بیامرزم میگفت هست. زار افتگان شما آرام بیام. در حال من راغب نیستم. من به همین چهارتا قافله که میزنم راضیم. خودت برو دنبال گنج، پیدا کردی مال خودت. باش. ببین پس یه 10-15 تا این تفنگچیات به من قرض بده، بعدم بهت پس میدم. تفنگچی قرضی نداری. فروشیه. فی چند؟ دونه 50 سکه. خب این که خیلی گرونه، چیزی ارزونتر نداری؟ 3 تا آدم به درد نخور دارم، ببرید کار کنید باشون، شاید یه چیزی از توشون در بیاد. اونا چند حساب میکنی؟ هیچ. اشانتیون بردار مال خودت، بعد میام یه چیزی جاشون برمیدارم. دست در دوربین. به به جواب دوربینه حسین جان، هات بذارونی. شبیه خون زدم. تو اینجا چگاه میکنید؟ کیه؟ اصفار چگاه کردید؟ بلش کن، اصفار بلش کن، عکس کدومه؟ اجازه میفرمایی؟ بفرما. برای چی اومدی تو عکس ها؟ میخوام این عکس از خود پاش باشه. دوربین باید بیاد نزدیک. دوربین بیاد نزدیک. حاضریم. خوبه. خالیش دیگه مشکلی ندارم. اون ستا بیخواسته تو بیارید. آروم تر، دستم شکست نکن. جا
جناب تاجر؟ پدر، پیش خدمت. پیش خدمت اینجا چیکار میکنه؟ تو رو کی گرفتن؟ منو نگرفتن. من داوطلبانه راهزن شدم. تو بدون اجازه من رفتی راهزن شدی. اخراجش کنید. اخراج؟ چشم. اخراجت کرد. ببین از این لحظه به بعد شما سه تا آدمای منی، فهمیدی؟ منم آدمامو معمولا اخراج نمی کنم، خطا کنن چالشون می کنم، فهمیدی؟ اسبار حاضر کن، سه تاشونو ببند بحث. مشترا یک ذره با هم میریم. برشون به جمع نازگل، به جمع تا هوا تاریک نشده باید برسیم کهن شهر. این از راسته بده من آخه خبرت چی کار میکنی الان؟ اینا رو برای چی داری برمیداری؟ ای وای داداش زشته نیانیمشون، اینا یادگاریه. یادگاریه؟ درود، تشریف میبرید؟ بله دیگه. دیگه شما که به سلامتی خانوادتون رو پیدا کردین، موندگارین همینجا. خیلی خوب حالا. نه یعنی ما باید برگردیم کهنشهر به خاطر اینکه عمه ناخوش احواله، حالش برامون مهمه. فعلا نمیشود. رؤسای قبایل جلسه برگزار کرده اند و جناب اشناس باید برای پرداخت حق الجلسه تشریف بیاورند. من؟ آری. بفرما. برای چی من؟ اصلا کی به اینا گفته این همه جلسه بی خودی بزنن که من بخوام رابرا به اینا حق الجلسه بدم؟ همین. تقصیر خودتان است. شما رسم خوبی را بنا نموده اید که حیف است به این زودی کلم یکون تلقی شود. یعنی که ملغا شود. ضمناً من محلی را که جناب گندای سکه هایش را دفن نموده و پنهان کرده است را میشناسم. میتوانیم با آنجا رفته سکه ها را برداریم و از آنها پول حق الجلسه را پرداخت کنیم. واقعا؟ آری؟ خب اگه اینجوری باشه خیلی خوبه، یعنی میتونیم این حق الجلسه ها را هم از روی اون پول برداریم دیگه. آری. چرا انقدر میچسبی به من؟ میگم به سامبگ، من که دیگه تو عملیات شرکت کردم، جزو آدمای عرازلت هم که شدم، دیگه یه اسب و یه تفنگم بهم بده که رضالتم کامل بشه. اسبم اگه مشکی باشه که دست درد نکنه. قطار فشنگم میخوای؟ آره اگه مثل تو باشه خیلی دوست دارم. دوست داره. ببینم تو اصلا اسب و تفنگ میتونی بکشی رو کاغذ؟ آره نقاشی که اصلا عالی. بکش ببینم. ببین این تفنگ، اینم اینجا خطی ها، البته خیلی دارم سریع الان میکشم، سایه هاشو دیگه نمیزنم اسبم. بفرمایید. نه قشنگ کشید، قشنگ کشید. ببین چه اسب قشنگی. آره خیلی خوبه. خواهش میکنم. تفنگ وردار را خودت. تفنگش اصلا معلومه، تفنگش خوشته است. بیا این تفنگ مال شما، دست بگی. اینم اسب، برو تمرین کن، مواظب باش ارو اسب نیافتی. ببین
همین جوری که داری میری یا خواب اون ستا حیف نون هم بهشون نشون بده. برو ببینم. چشم. راه بیافتیم بیاییم ببینم. ببینم آقا جابر، تو مگه خانزاد ما نبودی؟ چرا با ما این کارو میکنی؟ اون جابر دیگه مرد، هرچی از من تو ذهنتون داشتین پاک بکنین. من دیگه جابر نیستم، من جبارم، فهمیدین؟ دست راست احسان بیگ. تو کجا دست راستشی؟ اون طور پای چپش هم حساب نمی کنه. خیال کرده آره بابا. پسر جا ما را ول کن، منم قول بهت میدم وقتی برگشتیم فلکت نکن. تو این شرایط تو هنوز به فکر فلکی؟ را بیاف ببینم حرفا اضافه میزنه. را بیاف. اوف بر تو. برو ببینم. بدا کجاست؟ برو تو خیلی خواه، از این به بعد جاتون همینجاست، همینجا میخوابین. منو بکشی ها، تو این چادر بوگندو نمیمونم. منو ببر تو اون چادر بزرگ. اون مال حسام بیکه. برای هر خری میخواد باشه. گفتم منو ببر اون تو. باشه، رفتنت با خودته ولی برگشتنت با خداست. آقا گفته باشم. مگه اونجا چیکار میکنه؟ حالا دیگه گفتم دیگه. خب چیزی دیگه؟ آه. خب پس منو دم در نخوابون چون شب سوز میاد. خیلی خب، تا دو ساعت دیگه شام میدن، ساعت 7:30 هم خاموشیه، بعدش پاتون از چادر بیرون بذاریم با تیر میزنن. میزنن ها، شوخی ندارن. قبلش باید دستشویتون رو رفته باشین، دو تا چادر اون برتره. ببینم تو اصلا خودت کجا میخوابی؟ من تو طویله. طویله؟ اینجوری دست راست حسام بیکی؟ گفتم دست راست حسام بیکی. بله. گفتی دست راست. راست؟ راست؟ چپ؟ خب راست گفتن، دست راست حسام بیکم نگه. پسر من نمیفهمم که تو خونه تاجر چی کم داشتی که گذاشتی رفتی ما رو همه رو فروختی. پسر تو سخفی بالا سرت بود، عزت داشتی، احترام داشتی، بیشور. من تهمونده خور تو بودم. بیچاره اگه تهمونده میخوردی نصف مرغ بریونی بود که تو موشیکمت از صفره من میخوردی. نه نون مونده کپک زده اون آدم های حرومی حسام ببیدی. آره خب بله ولی میدونی این از حرف اضافی نباشه، من برای نوکری حسام بیک هر کاری میکنم. برو از چلو چشم دور شو، برو. نمیخوام اون ریخت تو ببینم، احمق بیشور نمک نشناس. برو گم شو، نمیخوام دیگه اون رفت این چادرش رفت خوابید. کی رفت؟ پیش خدمت احمق بیش. حالا باید یه فکری بکنیم، نباید اینجا بمونیم. اگر اینجا بمونیم معلوم نیست که چه بلایی سرمون بیارن. خدا میدونه. او یعنی ممکنه بمیریم؟ من چطوری پسرم؟ خوبی؟ متشکرم پدر. همه میدانید پیش از این هنگام تقسیم درآمد عوارض سکه ها را به هوا میناختیم و همچون گراز به جان هم میافتادیم و هر کس سکه بیشتری جمع میکرد سهم بیشتری میبرد. بعد تصمیم گرفتیم به شیوه شما سکه ها را تقسیم کنیم که زد و خورد و دلخوری کمتری پیش بیاید. البته بعد از اینکه حق و جلست ما را دادید. آقایون من خیلی خیلی خوشحالم از این تصمیمی که شما گرفتین، گرچه میدونم که اون حق و جلسه بی تاثیر نبوده، قلقلکتون داده، اما باز همینش هم خیلی خوبه. اون حق و جلسه ای هم که فرمودین چشم، من حتما بعد از پایان جلسه خدمتتون تقدیم میکنم. ختم جلسه را اعلام میکنم. بابا بشینید. آقا بشینید. باید بررسی کنیم، تصمیم بگیریم، به یک نتیجه برسیم. گفتم چشم، میدم بهتون بعدن. Thank you.
پشی موقع رفتره پشی شما میکنه اون رف خوابی ما کجا پوشیم بریم کجا اومدیم بابا مگه ساعت چنده نصف شبه بونه شبه خواب زوده حالا چی زوده مگه میخوام بریم کله پزی بونه شبه اما من برای گوش روست ندارم کله رو بیره همینجا میخورم بونه شبه ای بابا بونه شبه باید فرار کنیم فرار کنیم بریم کجا؟ کجا؟ میخوای بمونی؟ باشه بمون من میرم بمون بلند شو دیگه یلا جان مادرم گفتم اگر نخواهی سهم مرا بده من دیگر اینجا نمیمانم نباید بمانی نمیمانم نباید من ترسی گفت شکرم چه نکنم سهمت را میدم گفتم میدم تا وقتی زندم هیچکی نمیتونه بدون اذن احسان بیگ پاشو از اینجا بیرون بذاره پسر تو داری پاک روان منه به هم میریزی ها میزنم ناقصت میکنم ما یه قدم دیگه بردارین هر ستاتون رو با یه گلوله به هم میدوزم مگه میشه؟ چرا که نشه؟ امورف میشه ستامون رو با یه گلوله به هم بدوزه؟ داره چرت و پرت میگه تو دیر اندازی مگه بلدی بچه؟ بله بابا بلوف میاد یه اصلا قد این کارا نیست من بلوف بیام من مگس رو از 20 متری با تیر میزنم بزن ببینم الان اینجا مگس هست صبح میزنم اصلا نمیخواد مگس بزنی تو اگه راست میگی این چیز رو بزن سب کن اون کوزه رو بزن باشه میزنم به اون کوزه کفتیه کی تیر دار کرد؟ ای بود باره بینم تکم بخونین رئیستون رو تیکه تیکه میکن بندازین توفنگا رو بنداز در کسری از ثانیه میزه انداز یا این هم بزازه خب بعد شما برین اینو ورد و با خودت ببر نه ما باید با هم بریم میگم برین اینو ورد و با خودت ببر پدر من بدون شما هیچ جا نمیرم برین میگم من بعد میام پیداتون میکنم پدر برین دیگه برین میبریم پدر حسام بیگ بفرستم دنبالشون نه ولشون کن اونا به درد نمیخورن میخوامشون چیکار فقط آبدونشون باید بدن بذار برن تو بیابون یا گرگا میخورنشون یا زیر آفتاب از گرما گرگا میخوردشون خب شلیکم ببینم جرأت شلیکم داری؟ میزنم ها بذار از این زندگی کوفتی راحت بزنم بزن ببین من آمار دونه دونه فشنگای اسلحه هامو دارم خوشم اومد ازش
قشنگ بذاری تیراندازی و اسب سواری و خوب یاد بگیره، برای جنگ کهنشهر احتیاجش دارم. بذارید راحت برا خودش بچره. اتام بگ اینو چیکارش کنیم؟ اینو اپا ببندینش به اون تیر بلنده، بذارید تا صبح این پرچم باد بخوره خوش. برو بریم قربونت، نگران پسرت نباش، گرگا میخورنش. چیه؟ دیگه الان از خودمونی؟ خب اما دیگه بخوابیم دیگه. بده من این پتو رو، هر شب این پتو منو برمیداری. بده من بابا امو جان پتو، اینا رو کجا میبری همه رو؟ بابا من از دست شما کپه مرگم و کجا برم بذارم بخوابم؟ امو جان هر جا کپه مرگتو بذاری منم باید کنارت بخوابم دیگه. درود فیلک. درود نازگل فرم. درود. رؤسای قبایل جلسه برگزار کردن، جناب اشناس باید تشریف بیاورن. رؤسای قبیله به اون پرچم قبیلهشون خندیدن؟ مگه شهر هرت نصف شبی باشد اومد اینجا جلسه حق و جلسه؟ والا باید تشریف بیاورید دیگه، این ساعت بیکار میشون جلسه برگزار میکنن. هیچ چی دیگه. خب برو بذار ما بخوابیم. شب بفهم بریم. کجا بریم؟ به من چه ربطی داره؟ خودت برو، تو رو صدا کردم، به من چه ربطی داره؟ اونجا فقط خواستی بخوابیم، کلا رو بردار، این جلیقه رو هم درار. کلا بده. بدرود نازگل بانو. خدافظ پیلک. بخواب. بگم این عماد رو چی کار بکنه که نمیذارید خواب داشته باشم نه آسایه. پاشوگهش هم کردیم، افاقه نکرد. گلاب بانو جان بلند شو یه قاشق از این شربت بخور، بلکه تبت پایین بیاید. میگویم چه خانواده بیخیالی دارد این گلاب بانو، خودش در تب دارند میسوزد، آن وقت آنها در قبیله ریزگردها جا خوش کردند و گل میگویند و گل میشنوند. آری نازگل. درود بفرم. درود پسرم بیا کنار من بیسی. بله پدر جان. بله بیسی خوش آمدی. متشکرم پدر جان. موضوع جلسه، این که در رابطه با چه موضوعاتی جلسه بگیریم، یا اینکه آخر جلسه حق جلسه ما را پرداخت کنید بی زحمت. من نفهمیدم الان جلسه گرفتین که ببینین در مورد چی جلسه بگیرین، اون وقت حق جلسه هم میخواین؟ ببخشید اما این نمیشه که شما به بهانه حق جلسه هی جلسه مدیریتی بگیرید. آقا جلسه میگیرن برای حل مشکلات، این که شما به جلسه به عنوان یه منبع درآمدزایی نگاه کنین کلن اشتباس. من میگویم قبل از شروع جلسات جلسه بگیریم که در مورد افزایش حق جلسات صحبت کنیم. ببخشید متوجه نشدم چیو افزایش بدین؟ این نمیشه که طبق اصلی که جناب اشناس یادمان دادن رأی میگیریم. چه کسانی موافقن؟ برادر عطان مرغم رو کجا میبری؟ آرام باش زن، از همسایتان بره دوستیدیم اینطور آشفته نشد. دو مرغ از دیگه میآورمشون. روان پریش دوست کمک خدا مرگت بزهد. سلام جناب اشناس، ما تمام طول شب را بیدار ماندیم و در مورد موضوعات مختلفی جلسه گرفتیم و نتیجه این شد که دیگر به شما احتیاجی نداریم، خودمان حق جلسات را تقسیم میکنیم. اما در کمال شگفتی با چشمان خود دیدم که صندوق حق جلسات خالی است. جناب اشناس، یا همینجا توضیح میدهی یا خونت را میریزی. دیشب که یه حق و جلسه رو ده برابر کردین باید فکر همینجاش هم میکردین. آقا نمیشه دیگه، پولی نمون، تموم شد رفت. شما میتونستین اون پول رو تو جاهای درست استفاده کنین اما بین خودتون تقسیم کردین، این لاشخوره. های اشناس، یا برای من حق و جلسه جور میکنی یا خوراک سگان میشه. سگ الان شما منو بکشین خیالتون راحت میشه، مشکلتون حل میشه. بابا حق و جلسه یه بهونه بود که دور هم جمع شین فکر کنین مشکلاتتون رو حل کنین.
چقدرم خوب از عوارض عبور و مرور و قرائمتون خوب استفاده کردیم. اما شما جناب اشناس، ما عصر را گذاشتیم بر گرفتن حق و جلسه، بنابراین از حل مشکل غافل شدیم. رود بر ما! پدر جان، میگویم اگر این گونه رفتار بکنند دوباره همان قیل و قال میشود و اصطلاحاً مثل گراز به جان هم خواهند افتاد. خیلی خوب، با اینکه من بیشتر از شما عاشق حق و جلسات هستم و تصویبش کردیم، ولی مجبوریم سکه های اضافی را برگردانیم. درود بر شما. اگر بر نگردانیم چه؟ باز رویت را زیاد کردی؟ میخوای همینجا شتک کنم؟ بسیار خوب، بسیار خوب، آرام باشید. من قول میدهم با او صحبت کنم. آره شده دزدیدن مرغ خروسای من بیچاره. هم به رادی های عزیز، برادرم مدت ها در دست آرام باشید جناب عطار، تا کنون به احترام شما چیزی نگفته این آدم اجتماعی را فراموش کنید. اجازه بدهید، اجازه بدهید. پاک بانو، از دار دنیا فقط یک بره داشتم، آن را هم برد و خورد. بله آری من با او صحبت خواهم کرد، خسارت همه تان را خواهم داد. جناب عطار بفرمایید. جناب عطار آری بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. مامان، باید یه فکری بکنیم. این برادر دارد آبروی ما را میبرد مامی. پسرکم با وحشی ها بوده، وحشی شده. وحشی شده؟ چه کنی؟ اون جایی هم برای خودش ردیف کرده. حسام بک، من میگم یه بمونیم نونپنیری کیوی بخوریم بعد بریم. یه لقمه بخوریم بعد بریم. اینطوری که اصلا نمیشه که. میگم اسام، سی خاطره عکس بیارزش پای بسیمو لازم نبایی همه را خودت بلنشی بیای. خواه همین دوتا نوکر پادتو میفرستادی بس بود. تا کی میخوای عمرتو به خاطره گنج خیالی به باد بدی؟ خود نصف عمرت رفت، هنی برکن نیستی؟ نکنه تو هم میخوای مثل بابای خدا بیان مرز جونتو در راه این گنج بذاری؟ ببین وقتی اسام بیگ پرچمش زد میونه گنج، اون موقع تو میای میگی خواهش میکنم، التماس میکنم، یه رابطه که به من بده، من نمیدم. دریغ از یه گوشواره. گوشواره میخوام سی چه؟ الانگو چی؟ الانگو دوست داری؟ خیلی قشنگی نه؟ آقا تو نمیخوای به گنج برسی، چرا نمیذاری تفنگ چیات به گنج برسن؟ لازم نکردم. چی لازم نکرده؟ ببین تو تفنگ چی؟ دوست نداری به گنج برسی؟ نه دوست داره. تو هم بی خود با یه حرفای علکی تفنگچیای من هوایی نکن. ما به همین دو لقمه نون رازنه قانه ایم. اون گجب سی خود تو اطرافیانت. تو قانه ای، ولی من دلم میخواد تفنگچیات به ناز و نعمت برسن. هیچ ربطی به تو نداره. از همه آدمات میپرسن، شاید اینا دلشون میخواد به گنج برسن. برید گورتون رو گم کنید تا دستمو به خون کثیفتون آلوده نکردم. همه تون کشتیش. دیدید که میخواد شما به گنج نرسید. من خوشتتونم. دیدین، خودتون دیدین، میخواست با نقش همه تونو دور بزنه. تنهایی ببینید، حسام بیک آدم قدرشناسیه. از این به بعد همه تون آدم های حسام بیکی. هنوز نمرد حسام. لا میکشمش. حالا مرد. حواستون رو جمع کنید، حسام بیک از این به بعد مال شماست. شما هم مال حسام بیکین. بی حسام مرادو میکشه؟ بله. نکن دیگه. نه دیگه. نکن نه. با حسام مرادو میکشه، با تفنگچی‌هایی صحبت میکنه، اونا رو میاره طرف خودش. نه نه، گناه داره. کی گناه داره؟ مراد. نه دیگه، کشته میشه دیگه. نه نه، نذار بمیره. نذار بمیره، به جاش عموگرشا رو بکش. عموگرشا؟ آره. اصلا نمیشه، اون
اون پیش برنده داستان اونو که نمیتونم حذفش کنم. نه اینه گناه داره، اینه نکش. آقا نمیشه. من یه چیزی ازت خواستم، بذار فرار کنه، بذار بپره رو اصلش. آقا اینجا مرده، تیر خورده، کشته شده است. باشه تیر خورده، من خودم تیر بخوره اینجا، دستمو میذارم روش، اینجوری میپرم فرار میکنم، اینجوری کچکچ میرم رو اسب. نمیشه جانم، نمیشه. نه به جان خود، من یه چیزی ازت خواستم. نه آقا نمیشه. جول پول، جول پولی، پولی که اینجاست، جولی میفروشه، اینجوریش کنی میفروشه، خیلی خوب میشه. باشه مرافقاری، آفرین. بپره قشنگ اینجوری، دستشو بگیره بپره رو اسبش، بگه ای اسب، اسب اسمش چیه؟ اسم کی؟ اسم اسب. اسب کی؟ اسب مراد. اسب که اسم نداره. چرا داره؟ اسب زورو مثلا اسم داره، اسب کیوان، کیوان اسب، حتی قاطر هم من دیدم اسمشه. اسم برای همه چی میتونی بذاری؟ یه اسم براش بذار قشنگه، اسم داشته باشه که اینجوری بفره بگه و آنها در باشه لال میشن. بیا ولی آقای جول، جوله نگاه کن، من لال شدم، نگاه کن لام شدم، ولی این یه دستی هم تو میتونه خدافزی کنه، دست کن بده آب بخ. ولی نگاه فراغه اولای جمعیت.